و اومدن همون سیستم رو در کشور خودشون پیاده کردن. یعنی بعد از فروپاشی شوروی، خود شوروی که تیکه پاره شد به کشورهای خیلی زیادی تقسیم شد و چون که فروپاشی شد و از بین رفت، اون کشورهایی هم که کپی کرده بودن از اون نسخه اوریجینال، اونها هم یا تیکه پاره شده یا سیستمشون کلا از بین رفت. در مورد سیستم فاسد ایران هم به همین صورته. وقتی به زودی سیستم فاسد ایران از بین بره، وقتی اوریجینال از بین بره، اون چیزهایی هم که ازش کپی شده و آورده شده توی کلیسا، اونها هم از بین خواهد رفت. یه چیز طبیعیه که وقتی اوریجینال از بین میره، کپی ها هم خود به خود نابود خواهند شد. ولی امروز بیایم سراغ مسئله ثروتمند نادان. دقت کن عزیز خداوند، دقت کن ببین چی امروز دارم میگم. ثروتمند نادان. ناگاه کسی از میان جمعیت به او گفت: استاد، به برادرم بگو میراث پدری را با من قسمت کند. استاد، میخواستن میراث رو تقسیم بکنن. طرف میگفت که اگر میراث رو بخوان تقسیم کنن، سهم من لوله کشی میشه. میراث اونجا منتظر میراث من نیستن، در اون کلیسا منتظر میراثن. و یکی از اون اعضای کلیسا میگفت که اگر میراث رو تقسیم کنن، به من سهمم لوله کشی میشه. بنابراین عیسی پاسخ داد: شما میخواین وقتی که سوال بکنید، همیشه سوال بکن و جواب میدم من. عیسی پاسخ داد: سوال بکنید و من جواب میدم، همیشه جواب میدم من. عیسی پاسخ داد: ای مرد، چه کسی مرا بین شما داور یا مقسم قرار داده است؟ پس مردم گفت: به هوش باشید و از هر گونه حرص آل بپریزید، زیرا زندگی انسان به فزونی داراییش نیست. میتونی جمع کنی، تا دلت بخواد جمع کن، خونه بخر، ماشین بخر، برو سفر و کشن. آه، من میخوام یه کلیسا برای خودم درست کنم، یه کلیسا میخوایم برای خودمون داشته باشیم، یه خونه باید خودمون داشته باشیم، یه پراپرتی داریم ما. همش تمام ذکر و فکرشون جمع کردن پوله. ما بعض ما خوبه، بعض ما خوب شده، یه کلیسا میخوایم داشته باشیم از خودمون. تنها چیزی که بهش فکر میکنن همین است. یه جای دیگه کلام خدا گفته: گنج‌های خودتون رو کجا؟ تو آسمون ذخیره بکنه. بذار همون جایی که تو آسمون هست، که از آسمون نگاه میکنه، بذار همون گنج تو همونجا بذار. کلیسا میخوای چی کار؟ جمع کنی پول که کلیسا بسازی که چی بشه؟ گنج‌ها تو همون تو آسمون ذخیره بکن. اون بالا که میخواد بره، بالا میخواد بره، گنج‌ها تو همون بالا ذخیره کنم. اون بالا بهوش باشید، هرس نخورید. میاد تو ماشین میشینه هرس میخوره، تو کلیسا میره هرس میخوره، از بچهش هرس میخوره، از توی بابل استادی هرس میخوره. از هرس بپرهیزید. سپس این مثل را برایشان آورد: مردی ثروتمند از زراعت خیش محصول فراوان حاصل کرد. پس بود خود اندیشید چه کنم، زیرا جایی برای انباشتن محصول ندارم. مردی که وضعش خوب بود رفت مزرعه، محصول فراوان آورد. بعدش گفت: چیکار کنم؟ چیکار کنم این محصول فراوانو؟ محصول فراوانه، چیکار کنم؟ چیکار کنم این محصول فراوان رو؟ با خودش فکر کرد، با خود اندیشید، فکر کرد، یه نقشه کشید، نقشه کشید و گفت: جا نداریم، چیکار بکنیم؟ ما ای جایی نداریم که بخواهیم ذخیره بکنیم. سپس گفت: دانستم چیکار. و آها، کمد من که کوچیکه، نمیتونم تو کمد چیزی ذخیره بکنم، من چیکار بکنم؟ میام میسازم. همین میگن یک کلیسا میخوایم برای خودمون داشته باشیم، میسازم یک جایی رو میسازم که اونجا
اون تخم مرغ‌هایی که از مزرعه آوردم اونجا ذخیره بکنم. انبارهای خود را خراب میکنم و انبارهای بزرگتر میسازم. خراب کردی، خراب کردی، خراب. انبارهای خود را خراب میکنم و بزرگتر میسازم و همه گونه گندم و اموال خود را در آنها ذخیره میکنم. آنگاه به خود خواهم گفت، به خودش میگه، اون موقع میگه ای جان من بشین و بخور و لذت ببر. میگه ای جان من بیایید با هم فان داشته باشید، مهم نیست چه چند سالتونه، ای جان من بیایید فان داشته باشید، بخور، بنوش، لذت ببر، کتک بزن، هر کاری که میخوای بکنی بکن. ای جان من بخور، بنوش، فان داشته باش. حالا دیگه اموال زیاد افروخته ای، 50 سال دیگه هم میخوایم زندگی بکنیم و فان داشته باشید، فقط فان. حالا سالیان دراز، سالیان دراز عمر میکنیم. اما خدا به او گفت ای نادان، ای نادان، همین امشب جانت را از تو خواهند گرفت. همین امشب ای احمق نادان، همین امشب جانت را از تو خواهند گرفت. خراب کردی، خراب کردی. پس آنچه اندوخته ای از آن که خواهد شد؟ اون کلیسا رو برای کی میخوای بذاری؟ کلیسایی که برای خودتون داری برای کی میخوای بذاری؟ برای اینکه مردی. این از فرجام کسی که برای خویشتن ثروت میاندوزد اما برای خدا ثروت من نیست. برای خود من این از فرجام کسی که میگه من همش اشارش به خودشه، من برای خدا ثروت نمیاندوزد، برای خودش ثروت میاندوزه، برای خودش میخواد، برای خودش کلیسا میخواد، برای خودش پول میخواد، همش برای خودش، خودش، خودش. اگر هم قضاوتی میخواد بکنه بازم صحبت خودشه، خودتی، خودتی. همش صحبت سر خودخواهیه، صحبت اینجا همش سر خودخواهیه، هرچی میخواد برای خودش میخواد. آدم ها رو دعوت میکنه کلیسا برای خودش، پول میخواد برای خودش، مینویسه برای خودش، همش برای خودش. سرانجامش هم اینجا کلام خدا خیلی واضح گفته شده. زندگی بدون نگرانی. آفرین، نگران نباش. حالا زندگی بدون نگرانی رو بهتون نشون میدم که چه جور زندگی هست. آنگاه عیسی خطاب به شاگردان خود گفت، پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید و نگران بدن خود که چه بپوشید. بنابراین نگران غذا نباش عزیز خود من، دقت کن ببین چی میگم، نگران غذا نباش. حالا هی تو سر خودت بزن میخوام غذا آماده بکنم، امروز چی غذای آماده بکنم، امروز چیکار بکنم. نگران غذا نباشید، نگران لباسی هم که میخواید بپوشید نباشید. I don't care، مهم نیست که تو کمد چند دست لباس داری، نگران لباسی که میخوای بپوشی نباش. زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر است. مهمه مسلمه که مهمه. زندگی از غذا خیلی مهمتره، خیلی مهمتره. بدنم از لباس خیلی مهمتره. پس نگران نباش که بدن رو چه لباسی میخوای تنه اون بدن بکنی، مهم نیست که چه لباسی رو بذاری تنه اون بدن. کلاها را بنگرید، نمیکارن، نمیدره و نکاهدان دارن و نمبار، با این همه خدا به آنها روزی میدهد و شما چقدر با ارزش تر از پرندگانید. ارزش دار، خیلی هم ارزش داره. میگه که ببین یه چیز خیلی ناچیز، دو تا سکه،
به گنجشک و کره باش بفروشن. شما با ارزشتر از اون گنجشک هستید. گنجش کار نمیکنه. چرا شما نگران کار باشید؟ چرا باید شما نگران کار باشید؟ کلاغ ها را بنگرید، نه میکارن نه میدروند، نه کاهدان دارن و نه انبار. انبار نداره کلاغه. دیدید که با تو فارسی کلاغ معروف به خبررسانی، خبر دادن، واتساپ چه خبر. کلاغ معروف به خبر رساندن. حالا جاسوسی نه، ولی کلاغ معروف به خبر رساندن، میره خبر میرسونه. ولی حتی کلاغ هم انبار نداره. چرا شما انبار دارید واسه خودتون؟ من نمیدونم. خود کلاغ هم انبار نداره، ارزش داره. انبار احتیاج نداریم. شما چقدر با ارزشتر از پندگانی؟ زشت که هستی، خب شکی درش نیست که زشت از این در اونو بیرون، ولی احتیاج به انبار نیست. کیست از شما که بتواند با نگرانی زرایی بر قامت خود بیفزاید؟ شما میتونی نگران باشی من میخوام بلندتر باشم، نگران باش که من میخوام بزرگ بکنم. با نگرانی نمیتونی، نگران نباش. با نگرانی نفر، یه منیجر داشتم هم میگفت نگرانم نگرانم. با نگرانی نمیتونی هیچ کاری از پیش ببری، هیچ کاری. مرمه نگران نباشی، نه نگران غذا باشی، نه نگران لباس باشی که چجوری لباس بپوشه. نگران نباشه چجوری لباس بپوشه. نگران انبار نباشید، نگران کمدتون کلازت نباشید، اصلا نگران نباشید. پس حالا نتیجه میگیره، همین رو گفت. پس اگر از انجام چنین کار کوچیکی ناتوانید، از چه سبب نگران مابقی هستید؟ وقتی نمیتونی و گفته نمیتونم، اعتراف کرده خیلی واضح که نمیتونم، وقتی نمیتونی چرا نگران بقیه هستی؟ دیگه همه چی رو بذار زمین، هیچ کاری نکن. هم میگم بعدش چی کار کردی؟ وقتی اون اولی رو نتونستی چرا بعدش سوال میکنی که بعدش چی کار کردی؟ اول از اون اول نتونستی و نمیتونی، چرا نگران هستی؟ از انجام چنین کار کوچکی ناتوانی، نمیتونی، چرا نگران بقیه هستی؟ که بخوای کنترل بکنی، حرص بخوری که جمع بکنی، حرص بخوری که کلیسا از خودتون داشته باشی، برای چی نگران هستی؟ سوسن ها را بنگرید، نگاه بکنید. اینم درست شد. سوسن ها را نگاه کنید که چگونه نمو میکنن. خدا بزرگش کرده سوسن رو. سوسن ها رو خدا بزرگ کرده. سوسن ها رو بنگرید که خدا بزرگش میکرده، خوبم رشد کردن. و اینا که خوب رشد کردن، نه زحمت میکشن نه میریسن. این هم درست شد. زحمت نمیکشن. به شما میگویم که حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از اونها راسته نشد. سلما معروفه که حتی با حیوانات صحبت میکرد. حالا نمیدونم درسته یا غلطه، معروفه به این چیزها. میگه حتی سلیمان هم که حکمت داره، یا فکر میکنی با حکمت میگی، سلیمان هم آراسته نشد مثل اون سوسن. سوسن رو خدا بزرگش کرده. سوسن ها، سوسن ها رو خدا بزرگ کرده. حالا شما با حکمت بگو، چرا با خود زحمت میشی دو تا کار داری؟ نمیتونی دو تا کار داشته باشی، نمیتونی دو تا کار داشته باشی عزیز خدا من. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود چنین میپوشاند، چقدر بیشتر شما را ای سست ایمانان. علف صحرا رو که دیدی تو مزرعه میرویه واس خودش، علف روش میکنه، بده نگهداری، بده هیچی.
علف توی مزرعه رشد میکنه و فردا اون علف رو وقتی که درو میکنن علف رو میزنن تو تنور میسوزه. خب اگر که امروز هست فردا نیست. چرا نگران هستی که خدا لباس تن یه نفر بکنه؟ چرا نگران هستی؟ چرا نگران لباس هستی؟ ها؟ چرا نگران لباس هستی؟ این نشان دهنده بی ایمانی شما و ایمان ضعیف شماست. من همین گفتم که ایمان ضعیفت کمکت نمیکنه هیچ وقت. پس در پی این مباشید که چه بخورید چه بنوشید نگران اینها نباشه. مجددا نگران نباش. نگران چی هست؟ باید از خدات باشه که خدا یه کاری بهت داده و داری کار میکنی. بگو دوتا کار نمیتونم انجام بدم. دوتا کار نمیتونی داشته باشی. زیرا اقوام خدا ناشناس به این دنیا در پی این گونه چیزها. نمونش خواهرای من، نمونش معلمین دروغین داخل کلیسا. خدا نشناسه، نمیشناسه، خدا رو نمیشناسه و باید بره با خدا ملاقات بکنه چون خدا رو نمیشناسه. نگران همه اینا هستن، اقوام خدا ناشناس. بس برای شما چرا نگرانید؟ شما چرا همون سیستم فاسد ایران رو کپی کردی آوردی داخل کلیسا؟ همون سیستمی که نگران همش. اما پدر شما میداند که به همه اینا نیاز دارید. احتیاج نیست برای رفع نیازهای خودتون پوش کنی. احتیاج نیست فشار بدی برای رفع نیازات. بری 7 روز هفته کار بکنی، 2 تا کار داشته باشی. نخورده استراحت کن مثل من. من یک عالم استراحت میخوام که خسته نشم. شما هم خورده استراحت بکنی و در پی این چیزها مباشید. چون پدر شما میداند که به همه اینها نیاز دارید. پدر من میدونه به چی نیاز دارم و خودش بر من تا امروز برآورده کرده، تا امروز فراهم کرده. نگران نیستم. بلکه شما در پی پادشاهی او باشید که همه این چیزها به شما نیز داده خواهد شد. وقتی همه چیز رو ول بکنی، مثل شاگردا چیکار کردن؟ هر چی که داشتن ول کردن. هر چی که داری بده، همش رو بده. دنبال روی خدا باش، برو دنبال روی خدا باش. نگران زن و بچه دارم. میگه من زن و بچه دارم نمیتونم. نگران زن و بچه نباش. زن و بچه تو رها بکن، برو دنبال روی خدا باش. اون موقع خدا چی میده؟ چیزهای بیشتر بهت میده. ای گله کوچک ترسان مباشید، زیرا خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا بکنه. ای گله کوچک، کوچک هستید، ترسان مباشید. خدا میخواد چیزهایی رو به شما عطا کنه. خدا خوشحال میشه که یک چیزهایی رو به شما بده. آنچه دارید بفروشید، به فقرا بدید. همشو بفروش، همشو. هرچی سیدی داری، هرچی کتاب داری بفروش. گفتم همشو بفروش، کتاب و سیدی و هرچی داری بفروش، به فقرا بده. برای خود کیسه هایی فراهم کنید که پوسیده نشود و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندازید. هر چی داری بفروش. هر چی سی دی داری، هر چی کتاب داری بفروش و گنجت رو در آسمان اون بالا ذخیره کن. میخواد بره اون بالا، اون بالا ذخیره کن. زیرا هر جا گنج شماست دلتان نیز آنجا خواهد بود. قسم میخورم اگر هر چی که داری بفروشی، اگر تمام سی دی ها،
تمام کتابات رو بفروشی و گنجت رو بگذار اون بالا که میخواد بره اون بالا، اون موقع هست که خدا بیشتر بهت میده. در فیض و محبت عیسی مسیح باشی تا ابد الابد.